سرسلسله این شهیدان اشرف و موسا بودند. همین باعث شده که اون حماسه علاوه بر حماسه قهرمانی و جانبازی از یک جنبه دیگر هم حماسه بشه. شاید حماسه ای بالاتر از جانبازی. حماسه فدا از بالاترین نقطه ساختمان، یعنی رهبری. در روی با دشمن ضد بشری و نبرد تا آخرین نفس و با تمام توان و شهادت در راه آزادی یک خلق در زنجیر همیشه انتخاب هر مجاهد و در رأس همه مجاهدان انتخاب قهرمانانی مثل اشرف و موسا بوده. اما به طور خاص خواهر شهیدمون اشرف و سردار شهیدمون موسا قافل سارانان فدا و از خودگذشتگانی بودند که در شور و عشق آزادی خلق امتحانها داده و از شکنجهگاه ها و زندان ها گذشته بودند و خودشون به کلمات عزم و ایمان و شور مجاهدت تبدیل شده بودند. خود شهید اشرف پیشاپیش و گویی که خبر داشت که چه حماسه‌ای با خون او نوشته خواهد شد و برای برادر مسعود از اینکه فدیه خاص رهبری مجاهدین در راه رهایی مردم ایران بشه صحبت کرد. میدونی بعضی وقتها فکر میکنم چه خوبه من و بچه‌ام مثل خیلی از خواهران و فرزندان آنها شهید بشه. احساس میکنم در اون صورت رابطه خیلی عمیق‌تری بین تو و مردم ایجاد میشه. میدونی شهادت در این فضای موجود خیلی ساده تر شده، گویا این زندگی است. در صورتی که باز یکدیگر را دیدیم به قول خودت گفتنی زیاد داریم و اگر آن شهباز سعادتی را که خداوند در سلول از من دریغ کرد در آغوش کشیدم به هدفم رسیدم. رهبری این جنبش از بالاترین نقطه فدا می کند، یعنی چه؟ یعنی این که اگر فداکاری باید کرد از بالاترین نقطه ابتدا این فداکاری شروع می شود. شهادت اشرف رجبی و موسی خیابانی در این حماسه نشان دهنده این پرداخت از بالای سازمان و بالاترین نقطه جنبش بود. با تمام بچه هامون، با تمام عزیزانم، همانها که قهرمانانه شهید می شوند، همیشه با آنهام، با آنها شکنجه می شوم، با آنها فریاد می زنم و با آنها می‌میرم و زنده می‌شم. اشرف رجبی که بود؟ همون که مجاهدان با الهام از فداکاری و شهامت او سالها نبرد کردند. همون که پرچم‌های مبارزه با تصویر او بالا رفت و پایگاه‌ها و قرارگاه‌ها به اسم او برپا شد. و همون که شهر اشرف با نام او اشرف شد. سال 1348 نخستین سال فعالیت‌های مبارزاتی اشرف رجبی بود. او یک دانشجوی مهندسی فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف بود که در اعتصابات دانشجویی مربوط به شرکت واحد فعالیت سیاسی خود را شروع کرد. اولین بار که به مدت یک هفته بازداشت شد، ساواک ماشین تحریریه متعلق به او را که او با آن اطلاعیه می‌نوشت ضبط کرده بود. پس از عضویت در سازمان مجاهدین یک بار دیگر دستگیر و شکنجه شد، اما پس از آزادی مبارزه را ادامه داد. در جریان ضربه فرصت طلبان خائن که در درون سازمان مجاهدین سر برداشته و با شیوه های کودتاگرانه رهبری را به دست گرفته بودند و اعضای مخالف خود را در برابر ضربات ساواک بی‌دفاع گذاشته بودند،
اشرف همراه با همسرش مجاهد شهید علی اکبر نبوی نوری چند بار از چنگ ساواکی گریخت. اشرف در اوایل سال 1355 در پایگاهش مجروح و توسط ساواک دستگیر شد. ساواک شاه ساعتها بدنش را سوزاند و دشمنان چنان شکنجه هایی بر او اعمال کردند که سه بار عمل جراحی در پی داشت. سپس اشرف در بیدادگاه نظامی شاه به اعدام محکوم شد. اما شاه که در آن دوران تحت فشارهای بین المللی قرار داشت نتوانست حکم اعدام او را به خصوص از این نظر که زن بود اجرا کند. اشرف در جمع آخرین دسته از زندانیان سیاسی در 30 دی 1357 توسط توده‌های خروشان مردم استقبال شد. اشرف در هنگام آزادی در زندان قصر نماینده زندانیان سیاسی بود. پس از آن در جریان انقلاب و بعد از آن از فعالترین زنان مجاهد بود. حضور زن ایرانی در میدان مبارزه با این ابعاد، با این میزان از جرأت و جسارت و فداکاری و آمادگی برای مسئولیت پذیری چیز جدیدی در تاریخ ایران است. حضوری که با به میدان آمدن زنان پیشتاز مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری سلطنتی راهش باز شد و اشرف رجوی یکی از همان پیشتازان بود و حماسه فداکاری او در 19 بهمن سال 60 او را به نمادی از توانمندی زن مجاهد خلق تبدیل کرد. در شأن او هنوز هم شاید بسیار کم گفته شده. اما در رابطه با اشرف، او در قله فدا و شهادتش، در اونجا که خود را فدیه خاصه راهبر و همسرش مسعود کرد و در اونجایی که ارزش و قدر و شأن خون اون معادل خونبهای هزاران شهید مجاهد برای ما بود، پس از نظر ایدئولوژیک فلواقع در سطح و در ردیف خود مسئول قرار داره و در همین سطح هم از مجاهدین و جنبش سراسری مسئله حل کرده. پس در قله فدا و شهادت هم شأن رهبری و همتای ایدئولوژیکی خود مسئول هست. اشرف زنی که مرادف مفهومش در هیچ کجای فرهنگ ننگالود شاه و خمینی یافت نمی شود. زنی که از آغاز همه دشت ها و بیابان ها و جنگل های انقلاب را در نوردیده و به راستی به درک محضر محروم ترین توده های مردم در روستاها و شهرها و شهرک های مختلف نائل آمده بود. زنی که لحظه به لحظه با انتخاب آگاهانه و آزاد خود به هویت انقلابی و توحیدیش نقش داده و در تمامی قامت از تیغ برنده رنج های شکنجه و شلاق زخم ها داشت. با گوشی ناشنوا شده بر اثر ضربه رشخین و آثار زخم و شکنجه های پس از انفجار، با دریایی از خلوص و ایمان انقلابی که کمترین انگیزه تظاهرآمیز و خود نمایانه به آن راه نداشت و در هر قدم می شد این صفا و پاکیزگی درونی را با آزمایش جدیدی در گذشت و فداکاری محک زد. شرف جسم من از عشق من است. عشق من می ماند، می توفد. من از این عشق چو مردم، مرگ من میلادی است. هم از این روز که میگویم باز، مرگ ما مردن نیست. شور این خون روان را سر خشکیدن و افسردن نیست. شور این خون روان را سر خشکیدن و افسردن نیست.